خجالت میکشم برای این که من نوشته رو ممکنه کسی باور نکنم ولی از دبستان و شاید از کودکستان شد دارم حتی یه دفترچه دارم که زندگی خانوادگی خودم می‌نوشتم اسم پدرم، اسم خواهرم، اسم برادرام اینکه یه دایه دارم، دوستش دارم، نمیدونم ما در تبریز زندگی میکنیم، ما به تهران سفر کردیم. البته خیلی بدقط ولی هست و این میل به توصیف کردن، شرط دادن، درد دل کردن، نظر خود را در به دیگران گفتن و جستجو کردن، امداد کردن، خواستن با نوعی تخیلات که شاید گاهیم افراطی بود از دوره کودکی در نزد من بود پیدا می شد. مثلا دیگه اون دیگه 8-9 سالگی اینا گذشته بود دبستان بودم یادم هست یه سفر خیالی نوشته بودم که من بزرگ می شم سفر می کنم دنیا رو می گردم علم می کنم بلم می کنم زمین ها هست همش خیالی من چون فقط تهران و تبریز دیده بودم حتی در خود ایران ما سفری نمی کردیم این می خوام بگم که نمی خوام بگم غریزی ها شاید اون داستان هایی که می شنیدم یا همون داستان هایی که در کودکی می خواندم که زیادم بود بعد راجع به اون صحبت خواهم کرد بی تأثیر نبود در این علاقه من به نوشتن بدونید این است ولی در کم کم از دوره تقریبا ابتدایی حتی اواخر ابتدایی ما شروع کردیم یادم این کلاس پنجم ابتدایی بودم در تهران دبستان اون موقع فردوسی که در خیابان و تخت جمشید بود الان اونجا در خیابان طالقانی هست اون ساختمان بزرگ اونجا ما ابتدایی رو میخوندیم مثلا سیاحت دور کره نمیدونم بعضی داستانهای به اصطلاح توأم با جریانات خیلی استثنایی یا حتی مثلا رمانهای داستانهای مربوط به آرسن لوپان فرانسوی خیلی از این نوع قبیل ما میخوندیم و یا یادم هست میشه زواگو که خیلی مشهور شده بود ارسیه خونی نمیدونم چی یک کتاب فروشی بود فکر کنم الان هیچ کس به خاطر نداره در خیابون فردوسی به اسم بیرونی اسم کتاب فروشی بیرونی این کتاب فروشی خیلی کوچک بود یعنی در واقع یک حاشیه‌ای در خیابون بود روبروی اون اپرایی که میخواستن اونجا بسازن و نساخته بودن دیگه جنگ شده بود مخروبه شده بود و زباله میرختن توش که الان بانکه نه بانک ملی ها یکی بانک پایین تر که گرده حالا اسمش یادم نیست کدوم بانک بعد یه خود پایین تر هم حزب توده بود اونجا این کتاب فروشی خیلی ما رو برامون خیلی مهم بود چون کتاب هایی داشت که البته آسون بودن بعد بسیار پر ماجرا بود این ماجراجویی بود بیشتر داستان ها ماجراجویی بود مثلا همون داستان سیاحت دور کره داستان دوتا پسری بود که هیچ وقت براموش نمی کنم با یه
موتورسیکلتی تمام افریقا رو گردش میکردن، تمام جاهای مختلف میرسیدن و اکثر عملهای اینا تعجبشون اون چیزا که یاد میگرفتن. ما اصلا اینجور داستان ها ما رو جلب میکرد، داستان های پرماجرا. این از همون موقع من این احساس داشتم که خودم هم یکی از قهرمان های داستان باید باشم، یا راجب خودم یا راجب افراد خیالی یه چیزایی بنویسم، ولی در واقع هیچ کدامشون قابل نبود. بعدها که میزم یکیش هنوز دارم، بعدها که نار نگاه میکنم بسیار کودکانه، بسیار پایین، سطح پایین، حتی در کلاس های بالای دبستان، حتی اونا. اولین متنی که از من چاپ شد، من در دبیرستان فیروزبهرام بودم، کلاس هفتم. یک روزنامه چاپ می شد به اسم نونه حالا، مال انجمن فرهنگی ایران و انگلیس بود. اینو می آوردن در مدرسه ما می فروختم، این روزنامه. این روزنامه داستان‌های پاورقی داشت، باز همون نوع داستان‌های بود. بعدم من متوجه شدم که از این کتاب‌های درسی که برای زبان انگلیسی درست می‌کنن ترجمه شده بود اینا، داستان‌ها خیلی پرماجرا راجع به شوالیه‌ها، جواب مردان، داستان‌های خیالی که در قصرها رخ می‌داد، یا مثلا قصری تاراج می‌شد و غیره. یک داستان کوچیکی مثلا دو یک ستونی من برای اونا فرستاده بودم و بسیار تعجب کردم وقتی چاپ کردم. یعنی اصلا به نظر من باور نکردنی بود که اسم من در یه، البته دو ورقه کاغذ بود، هیچی نبود، ولی اونجا اولین بار اسم من تو چاپ شد. ولی بعد دیگه این قدرت رو کم کم از دست دادم و با دوستایی که آشنا شده بودم، که همشون من باید اعتراف کنم اصلا لحاظ استعدادشون از من بیشتر بود، فارسی رو بهتر بلد بودن، بعد تو خانواده نویسندگانی داشتن، نمیدونم پسر دایی، دختر دایی، اینا حالا اسم نمیبرم، ما توجه کردیم به مجلات مهمتر، مثلا مجله یادگار که عباس اقبال راجع به تاریخ چاپ میگرد، یک کمی هم تظاهر به علم و اینا در نزد ما و جوانان بود، مجله از همه بیشتر البته سخن، که وقتی من هنوزم اون مجموعه مجله سخن رو جلد کرده دار، نه همشو، ولی اون دورهای قدیمی ترش رو دار. اونجا یکی تو خانواده ما یک کتاب خطی بود که یه نفر با خط معمولی شعرهای یک زن درباری رو در شیراز به اسم ملولی با تلخیص کرده بود، ملولی، ولی یه زن بود، این دیوان رو دستی داده بود، رو نویسی کرده بودن وقتی شیراز بود. کتاب قیمتی نداشت، من هنوز دارم اون، ولی خب یه کتاب شعر. من به مجله یادگار یه نامه نوشتم که اونا به ادبیات فارسی و به جریانات تاریخی خیلی علاقه داشتن، نامه نوشتم که یه همچین مجموعه شعری از یک زن دوره قاجار خونه ما هست و من راجع به این تحقیق میکنم، ملولی، به شما اطلاعاتی به من بدید. اون نامه هم در مجله یادگار چاپ شد، اونم هنوز دارم، چون اصلا مجموعه اون سال رو دارم و اونجا اسم منم هست. البته منم یه کاغذ، یه نامه هست و حتی فکر میکنم اونا تصور کردن که من مثلا یه محقق واقعی هستم، ولی در واقع اینطوری نبود، یه خورده کودکانه بود. هیچ وقت هم راجع به ملولی اطلاعات دقیقی پیدا نکردم. چرا؟ حالا یادم افتاد،
در جلد بعدها در جلد آخر ناسخ تباریخ که مربوط به دوره قاجاره زنای شاهزاده ها رو نوشته بود. یکی از این اسم ملولی که اتفاقا غریه شاهدی هم داره تو اون ناسخ تباریخ اومده بود که این یک کسی از در شیراز که غریه شاهدی داره و در دربار اون هست همچه چیزی. ولی دیگه دنبال نکردم، اینا دیگه قدیمترین خاطرات. یه دوره وقتی که از فرانسه برگشتم که بیشترم تموم شده بود کارم، البته چیز نبود، هنوز دکترا نگرفته بودم، بعد از ارشد، امتحان ارشد که اونجا رساله بود که نوشتم ارشدی، برگه به فرانسه برگشتم. در تهران روزنامه ژورنال دو تهران، یه روزنامه فرانسوی بود، اونجا من گاهی داستانهایی رو چاپ کردم که تعدادشون خیلی زیاده، اینا رو در و یا ترجمه کردم از فارسی که تعدادی از اینا رو که نگه داشتم هنوز دارم، روزنامه ها رو بریدم چسبوندم به یه آلبوم های حدود مثلا 4 آلبوم مقاله هایی دارم که اونجا نوشتم یا داستان ها، بعضی هاش رو خودشون تصویر کردم. یکیش اون موقع 2000 تومان پول برای من فرستادن، یه بار یه داستانی نوشته بودم به اسم زندگی بسیار آسان، داستانی زنی بود در شهر تبریز که هر چی پیش آمد براش خوش آمد، خیلی آسان زندگی کرد ولی در واقع خوشبختم نبود، یه همچه چیز ولی خوب بود. حالا هم فکر کنم جزو کارهای خوب من، خیلی واقعیه و در ذهنم یک کسی واقعی بود، یک کسی رو ترسیم میکرد. یادمه چون این پاورقی شده بود و بد خونده بودن و اینا، یک چیز فرستادن، یک 2000 تومان برای من پول فرستاد. اون موقع اصلا غیر باور بود، و البته خودشون هم بعد گفتن که اینو برای کارات نمیفرستیم، یه بار دیگه، یعنی اگر بازم کار بدی دیگه این نخواهد. برای یه اتفاق خیلی عجیبی هنوز افتاد، من دکترا نداشتم، اما اون اتفاق عجیبی اینه که یکی از این داستان ها رو شخصی به اسم روژلسکو مترجم بوفکور صادق هدایت که به فرانسه شاهکاره، این خونده بود، بعد خواست منو ببین که تهران بود تو سفارت کار، خواست منو ببینه، گفت اگر دلت میخواد من اینو یه تصحیح میکنم میفرستم به فرانسه. اون یک داستان که در فرانسه یک مجله هست مال زبانهای شرقی به اسم اوریان یعنی شرق، اونجا شاید اینو چاپ کن. من که اصلا برام غیر منتظره بود که یه چیزی در فرانسه میخواد از من چاپ بشه، بعد من خیلی خوشحال شدم و واقعا فرستاد و اون چاپ شد. یک بعد همون مجله یه شماره رو اختصاص به ادبیات فارسی داد، اون وقت دوباره اونا خودشون از من یک نوشته خواستن، یک نوشته دیگر هم باز در همون مجله چاپ شد که از مولانا اختباس کرده بودم، کنیزک و زرگر سمرغندی، دفتر اول مولاناست ولی به سبک خودم داستان رو یه خود عوض کردم، هنوز دارم و خیلی خوشم میاد، یعنی قشنگتر از مولاناست داستان، چون اون زرگر سمرغندی
از عشق میمیره، نه از اینکه قربانیش میکنن که اون دختر نجات پیدا کنه. یه همچی چیزیه، خیلی قشنگه، خودم خوشم میاد، هنوز خوشم میاد. بعد همینطور دیگه ادامه دادم که همون موقع هم یک بورس تحصیلی به من دادن. من دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و با پولی که خانواده برام میفرستاد تحصیل کرده بودم. برای دوره دکتری به من یه بورسی دادن، بورس رو اونا میدادن. بعد این سه سال من با اون بورس، البته حداقل بود، خیلی کم بود، و باز کمکم میکرد خانواده. و من دوباره در فرانسه اون وقت رفتم رساله هم بنویسم. خب من رساله هم اونجا نوشتم و برگشتم ایران و فرستادم. اول پست کردم به دانشگاه تهران به دکتر مجتهدی. دکتر مجتهدی یه سخنرانی گفتم بهتون در کلاسش دادم. بعد دیگه من استخدام شدم. کارم اونجا اول با یکی دست و همکارا تکرار وضع درس ها بود، چون که ما در واقع در پایین در این درجه بودیم. یعنی بعضی درس ها رو در همون درس رو در جاهای مختلف تکرار میکرد. حالا این چی بود؟ اینو باید یه خورده توضیح بدم. مهدوی، دکتر یحیای مهدوی، آدم فوق‌العاده با نفوذ، یعنی اصلا فوق‌العاده. سه تا چهره اصلی دانشگاه، یکی دکتر سیاسی بود، یکی دکتر مهدوی بود، یکشان دکتر آنی که جامعه شناس بود مصدقی بود، صدیقی بود. این سه نفر مثلث دانشگاه تهران حساب می شدن. خب مهدوی هم جزو خیلی مهم بود. مهدوی علاوه بر این حقوق نمی گرفت از دانشگاه و به جاش یک بنیادی رو داشت که با اون حقوق کتاب های مهمی رو چاپ می کرد، تحصیح می کردن و آثاری داشت، خدمت می کرد، خدمت های برنگی می کرد و نفوذ فوق‌العاده‌ای داشت. این برای این که ما که فلسفه خونده بودیم خیلی بیکار نمونیم، برای یک کار نبود برای فیلسوف نمونیم. یه درسای مشترک چهار واحدی در هر نیم سال در تمام دانشکده ها گنجنده بود، در تمام رشته ها. یعنی کسی که میره به دانشکده ادبیات اگر روانشناسی میخون باید چهار واحد هم فلسفه بخونه، کسی جامعه شناسی میخون بل اجبار باید سال اول چهار واحد هم فلسفه باید بکن، و نیم سال دوم هم طور جمعاً هشت واحد. این موجب شد که اون سالها خیلی کار برای ماها که فلسفه خونده بودیم پیدا بشه، به طوری که هر مدرسه معروفی دانشگاهی باز میشد مجبور بودم هم برنامه رو تکرار کنه، به طوری که مثلا من بعضی روزا این واقعیت خیلی دیگه خوش شنیدنیه، از ساعت 8 تا 10 تو یک کلاس یه درس میدادم، بعد میرفتم مثلا ونک مدرسه عالی دختران همون درس رو دوباره میدادم، 12 کارم تمام میشد. بعضی روزا 8 ساعت در روز تو کلاس، 4 ساعت صبح 4 ساعت بعد از ظهر، بعضی روزا مثلا فقط 4 ساعت 2 ساعت. دانشگاه تهران هم درسم رو میدادم، شبونه هم درس میدادیم. اصلا دیگه ما شدیم یه ماشین فولکس‌واگن و تمام شهر تهران چیز جده شمرون یه مدرسه بود به اسم پارس، دوباره برمیگشت اونجا تو دانشگاه تهران یه درس مثلا فرانسه داشتم بعد. ولی یک امکانات مالی نسبتاً جالب توجهی داشتیم، یعنی نون می‌خوردیم در از این راه گذر و مجبور می‌کردن که بریم شبانه هم درس بدیم مدارس مختلف جاهای مختلف. همین که
البته اون موقع خیلی برای من پر زحمت نبود. الان من قادر نیستم یک ساعت نیم سر کلاس باشم، ولی اون خیلی پر زحمت نبود، زحمتی داشت ولی محدود. ولی یک اتفاقی رخ داد در این کلاس ها و بعدر با این نوع کار. من فکر می‌کنم آخرش دانشگاه به من تدریس رو یاد داد. اگر فرانسه به من بیشتر زبان فرانسه رو یاد داده، دانشگاه تهران هم به من روش تدریس رو یاد داد. حالا ببینید پژوهشگاه که من الان بیشتر از 20 ساله که اینجا هستم، اینجا هم به من نوشتن بگید. این سه جای مختلفی که من درس خوندم، درس دادم، از هر کدوم یه بهره بنیادی گرفتم. زبان، بعد تدریس، حالا نگارش. اون کتاب های واقعی من بعد از 10 سال تدریس، 15 سال تدریس شروع شد. اون موقع چون من به فرانسه هم می نوشتم، همه به من گوشزد می کردن که تو اگر بخواهی واقعا دانشگاهی حساب بشی باید کتاب داشته باشی، تو باید کتاب به فارسی بنویسی. حالا این نقادی کانت، نمیدونم چند بحث کوتاه فلسفی، بعد نمیدونم اینا مال اون دور است که من فکر کردم دیگه فرانسه ننویسم، وقت اونه که بیشتر فارسی کار کنم، فارسی بنویسم. اینا مال اون دور است. فقط یک نقطه هست که باید اینجا برای تکمیل این پرونده باید عرض کنم. در این دوره که من قبل از اینکه به فارسی بنویسم، یعنی به طور دیگه جدیتر به فارسی بنویسم، یک نمایشنامه نوشتم، چون این خیلی شهرت پیدا کرد. یک نمایشنامه نوشتم راجع به علموت، سقوط علموت، اون دوره سال آخر زندگی اسماعیلیه در علموت که ارتباطی داشت با اون دروسی که اتفاقا در کلاس قربان شنیده بودم، یعنی راجع به محققان بزرگ اسماعیلی و غیره که عدهشون مثلا نصفی یا نمیدونم یا همین ابو یعقوب سجستانی. این نمایشنامه یه فرانسوی از من گرفت فرستاد برای گابریل مارسل. گابریل مارسل در اون دوره یک فیلسوف خیلی مشهوری بود، البته دانشگاهی نبود، مستقلن کتاب می نوشت. و یک کار دیگرش هم در فرانسه این بود که نمایشنامه های که بازی می شد هر هفته یکیش رو میدید و در روزنامه ها انتقاد میکرد، چه بازی رو چه اینا. خیلی از لحاظ هنر تئاتر خیلی مشهور. ایشون خیلی عجیبه، اونم دارم هند، یه نامه 4 صفحه‌ای برای من نوشت با یک تحسین فوق‌العاده‌ای که اصلا به فرانسه بود. اصلا یه زیبایی عجیبی داره با این بحث علموت که بعد تدایی میشه با مفهوم. اونجا میاد تو نمایشنامه که یعنی عقاب، ولی اونجا با مفهوم مریم تدایی میشه. یه جایی که میگه علموت یعنی مرگ، یه همچه چیزی میگه. درسته که این ریشه کلمه نیست، ولی خب سرنوشت ما که هست یعنی داریم از بین میریم. خیلی خودم هم هنوز که نمایشنامه رو میخونم حالم منقلب میشه، یعنی فوق العاده من حس کردم اونم. جوان و جوانی هم تمامش توش هست و حتی خود شخصیت ها یکی دوتاش واقعی هست. یعنی یکیش که رکن الدین آخرین چهره علموتی که با او یه سال و نیم اونجا بوده که با همون به وقوع میپیونده و تهمت این پدر کشتگی بهش میزنم که پدرش از بین برد. حالا به هر ترتیب این نمایشنامه هیچ وقت بازی نشد و من هم هیچ وقت نخواستم بازی بشه. نمیخوام این چیزی که
اینا به اسم امام اسماعیلی میان و اینا مثلا نمیشه، نه اینجا نه جای دیگه. اینا نمایشنامه‌هایی هستن که باید خونده بشه. Thank you.